من صمیمانه از راضی عزیز تقاضا میکنم که تشریف بیارن. خواهش میکنم همه به احترام راضی برپا بریزیم و ایشون رو تشریف کنیم. خیلی ممنونم. راضی جان اما چون وقت کمه یکم کوتاه باشه. خیلی ممنون. خیلی ممنون. من از رفیق عزیز فریدبرز آقای سنجری تشکر میکنم و خیلی خیلی ممنون هستم که کار من رو بسیار سپورت کرد. تاریخ جنبش چپ یا جنبش کمونیستی رو به طور ساده و دقیق من شاهد زنده این دوران ها بودم و هستم. کار من رو سبک کردی سنجری، بسیار تشکر میکنم از. و اما من همه دو سه دقیقه میخوام. اولین چیزی که میخوام بهتون بگم این موضوع شکنجه در دوران سلطنت هاست. دوران سلطنت شکنجه نبود، هر که خوششون نبود یا مسمومش میکردن یا آمپولش میزدن، از شرش راحت میشدن. در دوران محمد رضا شاه تا سال 32 یا تا کودتا همچی شکنجه ای نبود، حتی بعد از جریان آذربایجان شکنجه هایی که بعدم به وجود آمد. خب یک کتکی، یه مشت، یه لگدی بود، ولی اون شکنجه نبود. و اما شکنجه اصلی رفیقمان درست توضیح دادن، در دوران بعد از کودتای 22 وای معذرت میخوام 32 به وجود آمد، بخصوص بعد از دستگیری افسرا. اون دوره هنوز سواک نبود، به نام سازمان امنیت مطرح بود، تازه رشد پیدا میکرد، تازه ریشه میدوند. همون دوره شکنجه ها به وجود آمد. گفتن آقای سنجری بطری تخم مرغ داغ کردن، نه با اون تخت های سیمی که بعدن اختراع کردن، با سیخ، با شمشیر یا با آتش سیگار بریدن و فلفل نمک پاچیدن به جای زخم ها. همه میدانند وارتان ها و منزوی ها در زیر شکنجه فوت شدند. دوران سلطنت تمام اون نیروهای مترقی رو از بین برد، میدان داد که این کثافت ها، این جمهوری اسلامی وحشی کثیف بر سر کار بیاید. انقلاب را زود پیروز کردند، چرا اگر یک سال اون تظاهرات، اون دوران نسبی آزادی ادامه پیدا می کرد، هیچ وقت عمامه به سر به حکومت نمی رسید. این یه واقعیتی است. به همین ترتیب همین رژیم وارث هم تخت و تاج اعلی حضرت بی آریا مهر میگفتن چی میگفتن شد، و هم وارث اون شکنجه ها. من سر تعظیم در مقابل شکنجه شدگان فرود میآورم. شرمنده هستم. من 7 سال در زندان بودم، جز یکی دو بار کتکی فلانی چیزی نخوردم، ولی من در خاطراتم اشاره کردم به وضع کسانی که شکنجه شدند. من بیشتر از این نمیخوام حرف بزنم. من راضی هستم، راضی چه میدونم، زندگیم رو نوشتم، هستش تو کتابم، گفتنی زیادی دارم، ولی خیلی خیلی خوشحال هستم که در صفوف شما هستم با نسل جوانم. من هیچ نوع فرق عقیدتی بین دوستانم
بین انسان ها قائل نیستم. همه را من انسان میشناسم، همه را فدایان خلق میشناسم، همه را پیشروان خلق میدانم. درود بر همه انسان های مبارز، مبارز واقعی. معذرت میخوام، اول اونقدر منو با کف صدان خواهش میکنم، اول اونقدر با کف صدان تو من شرمنده کردی. من حتی تشکر بکنم از برگزار کنندگان، بگم خسته نباشید و از اینکه منو دعوت کردن متشکرم. موفق باشید. ببخشید.